رئیس جمهور افغانستان قبل از ظهر امروز سال چهارم تقنینی دور 16 شورای ملی افغانستان را با بیانیه رسمی خیش افتتاح نمود. رئیس جمهور افغانستان به تمام خارجیان در کشور هشدار داد که در انتخابات کشورش مداخله نکنند و از کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان خواست که در مبارزات انتخاباتیشان به وحدت ملی مردم افغانستان توجه نمایند. که رئیس جمهور آینده کشور باید در نتیجه ابراز اراده آزاد مردم افغانستان انتخاب شود. از این رو به تمام کشورهای خارجی که عادت و یا تمایل به مداخله در انتخابات کشورهای دیگر دارند هشدار می دهم. از زرنا مداخله در انتخابات افغانستان دوری بجایند، به خیرشان است. رئیس جمهور افغانستان در پیام به بزرگان پاکستان گفت پاکستان از زمان تجاوز اتحاد شوروی آن زمان تا امروز کوشش می کند که در افغانستان یک حکومت مطیع خود را داشته باشد. اما افغانستان نه به اتحاد شوروی و نه به امریکا تسلیم گردیده است. چه رسد که مطیع پاکستان باشد؟ از امری شوروی تا به امروز در افغانستان کوشش بری شده که افغانستان مطیع باشه برای پاکستان. و افغانستان باشه که زیر اثر سیاست پاکستان باشه. بزرگان پاکستان دیدن که این ممکن نیست. افغانستان که تسلیم شوروی و امریکا نشد و انگلیس نشد، تسلیم هیچ کس دیگر هم نمیشه. رئیس جمهور افغانستان در مورد قرارداد امنیتی میان افغانستان و امریکا گفت مردم افغانستان خواهان امضای قرارداد امنیتی با امریکا می باشد، اما پیش شرطش آغاز روند عملی صلح در کشور می باشد. ولی مردم افغانستان صلح را اساس زندگی می دانند، مثل هر کشور دیگه جهان و مثل هر ملت دیگه جهان. پس اگر کشور با ما قرارداد امنیتی می طلبد و رابطه می طلبد و پایگاه می طلبد، آن حضور باید به افغانستان صلح بیاورد تا ما در صلح زندگی کنیم و اونا در منفعت خود. رئیس جمهور افغانستان در مورد قانون اساسی افغانستان گفت در قانون اساسی افغانستان به استثنای ماده 149 امکان تعدیل در متباقی از ماده های قانون اساسی مطابق به نیاز زمان وجود دارد. رئیس جمهور افغانستان در جریان 12 سال گذشته به دستاوردهای حکومتش چون فعالیت‌های رسانه‌های چاپی، برقی و تصویری، آزادی بیان، ایجاد 4471 سازمان اجتماعی، 60 حزب سیاسی، 32000 شوراهای انکشافی، رفتن بیش از 1,000,000 شاگرد به مکاتب و انکشاف حقوق زنان در کشور نیز اشاره نمود. همایون شعیب، تلویزیون آشنا، کابل.